خیلی از عکاسا زمانی که میخوان یک لنزی رو برای خودشون تهیه بکنن یا خریداری بکنن، فرقی نمیکنه عکاس آماتور باشن یا عکاس حرفه‌ای باشن، اولین کاری که انجام میدن این هستش که میرن از دوستانشون سوال میپرسن و میخوان بدونن که تجربه دوستشون نسبت به اون لنز چی هستش و بعد از اون میرن سراغ فاکتورها و آیتم هایی که اون لنز داره. مثلا فاصله کانونیش چه عددی هستش، بازترین حالت دیافراگمش چه عددی هستش، آیا این لنز در فضاهای روشن و فضاهای تیره چه نقاط ضعف و قوتی داره. اینا رو پرس‌وجو میکنن و اینا رو یه جورایی کشف میکنن و بعد تصمیم میگیرن که اون لنز رو تهیه بکنن و لنز رو برای خودشون میخرن. اما دوستانی که دوربین های کنون دارن و لنز کنون تهیه میکنن، بعد از همه این مراحل یه سوال براشون پیش میاد. لنزشون رو نگاه میکنن و میبینن که رو لنزشون نوشته تکنولوژی فوکس این لنز در از USM هستش و خیلی ها میبینن که یه سری لنز ها وجود داره که STM هستش. تو این ویدیو میخوام در رابطه با تکنولوژی USM و STM براتون صحبت بکنم و ببینیم که چه فرقی با هم دارن و در آخر این ویدیو یه نتیجه گیری کلی بکنم که کدوم از اینا برای عکاسی مناسبه و کدوم برای فیلم برداری مناسبه. این ویدیو رو تا آخر همراه من باشید. دوستان سلام، به ویدیو خودتون خوش اومدید. من میثم خادمپور هستم. همونطور که اول ویدیو بهتون گفتم در رابطه با USM و STM میخوام صحبت بکنم، اما اینجا میخوام یه کوچولو اشاره بکنم. گفتم لنزهای کنون، توی همه لنزها این دوتا تکنولوژی وجود داره، اسمشون یه مقدار متفاوت هستش. میخوام براتون بازش بکنم ببینیم که USM چی هستش، STM چی هستش. بیشتر دوستانی که کنون دارن یا لنزهای کنون رو دارن با این دوتا آیتم یا این دوتا گزینه مواجه میشن، ولی در همه لنزها وجود داره. قبل از اینکه بریم سراغ این دوتا و ببینیم که این دوتا سیستم فوکس اصلا چی هستن و کاربردشون به چه صورته، یه کوچولو میخوام در رابطه با ماژول در اصل فوکس صحبت بکنم که در تمام لنزها وجود داره و این ماژول فوکس هستش که تکنولوژیش تغییر میکنه. در اصل لنز همون لنز هستش، فقط ما میخوایم در رابطه با ماژول فوکس صحبت بکنیم که مربوط میشه به USM و STM. یه مقدار بازترش بکنم براتون، شاید خیلی از دوستان این قضیه رو ندونن. ماژول فوکس میتونه از یک عدسی یا چند تا عدسی تشکیل شده باشه که کارش فقط درست کردن یا ست کردن فاصله کانونی هستش، نقطه کانونی هستش که زمانی که همه نورها در یک نقطه همدیگر رو قطع میکنن، در اصل ما نت هستیم و اونجا فوکس اتفاق میفته. پس بنابراین یک بخشی از لنز وجود داره که همش در حال حرکت هستش داخل لنز و کارش همون فوکس در اصل لنز ما هستش. اما این ماژول فوکس میتونه با تکنولوژی های مختلفی کار بکنه که هر کدوم یک سری معایب دارن، یک سری در اصل خاصیت هایی دارن که یه عکاس باید اینا رو بدونه و نسبت به فعالیت خودش و کار خودش اون لنز رو بر خودش انتخاب بکنه. بریم سراغ این که کلا کمپانی کنون چه کاری انجام داده و بعد از اون خیلی از کمپانی‌ها اومدن از روی کنون، نمیشه گفت کپی برداری، در اصل الهام گرفتن و بعد اومدن تکنولوژی های خاص خودشون رو درست کردن. کمپانی کنون اولین طراحی و اولین تکنولوژی فوکسی که برای خودش درست کرد که بقیه بعداً اومدن ازش استفاده کردن، چیزی هست به اسم USM که یک طراحی کاملا متفاوت و بروز هستش که همچنان داره از USM داره استفاده میکنه. اما قبل از USM ما تکنولوژی STM هم داشتیم، یعنی کنون اول از حالت STM داشت استفاده میکرد توی لنزهاش و بعد اومد USMش کرد و بعد از اون توی نسل جدید لنزهای خودش یه جورایی اومد USM و STM رو با هم ترکیب کرد. اما بریم سراغ USM ببینیم که چی هستش. ببینید دوستان، اینجوری براتون تعریف بکنم که ماژول فوکس در لنز ها وقتی که میخواد حرکت بکنه با روش های مختلفی میتونه این حرکت اتفاق بیفته. در بعضی از لنز ها حرکت به صورت دورانی هستش، یعنی اون عدسی که کاربرد در از فوکس ما رو داره و اصل قضیه هستش که میتونه فوکس لنز ما رو درست انجام بده، به صورت چرخشی حرکت میکنه و به سمت جلو عقب میره. میتونه به صورت ریلی باشه و میتونه به صورت نیم دایره هم باشه، یعنی این وسط میتونه شکل‌های مختلفی داشته باشه حرکت این عدسی. کنون چه کار کرد؟ کنون اومد از یک تکنولوژی واقعا فوق‌العاده استفاده کرد که این تکنولوژی دقت کارو بالا میبرد. در دنیای تکنولوژی امروز یک سری متریال وجود داره که در خانواده پیزوالکتریک تعریف میشن. پیزوالکتریک ها چی هستن؟ در اصل متریال ها یا موادی هستن که به صورت رفت و برگشتی اگه جریان الکتریسیته رو بهش بدن میتونه تغییر حالت بده و اگه تغییر حالتش بدیم میتونه جریان الکتریسیته رو درست بکنه که خب یک دست متریال هستش که در خیلی از صنعت‌ها استفاده میشه، در صنعت خودرو استفاده میشه، در قطارها استفاده میشه. پیزوالکتریک ها در اصل اینجوری هستن که وقتی بهشون جریان میدیم میتونن حجم زیادی از خودشون ایجاد بکنن و در تکنولوژی ترمز قطارها مثلا از این سیستم استفاده میشه، از این تکنولوژی استفاده میشه. اما کمپانی کنون چه کاری کرد؟ اومد چیزی معرفی کرد به اسم USM یا همون اولتراسونیک. در از کنون اومد از پیزو الکتریک استفاده کرد در یک صفحه‌ای، در یک دایره‌ای که یک عدسی روش قرار گرفته و با استفاده از فرستادن جریان الکتریسیته به اون پیزو الکتریک ها در از اومد حرکت رو ایجاد کرد و این باعث شد که بدون اینکه استهلاکی در لنز به وجود بیاد، عدسی خیلی سریع بتونه خودش رو جابجا بکنه. نکته خیلی مهمی که در تکنولوژی فوکس وجود داره اینه که اون لنز، اون عدسی هایی که مربوط به ماژور فوکس هستن خیلی سریعتر بتونن توی لنز جابجا بشن و جایگاه خودشون رو پیدا بکنن و همیشه کمپانی‌هایی که لنز تولید میکنن، حالا کمپانی‌های اورجینالی مثل مثلا نیکون، کنون، سونی که لنزهای خودشون رو در اصل تولید میکنن، سعی میکنن که لنزهایی تولید بکنن که فوکس سریعتری داشته باشن. البته به اینم اشاره بکنم که قبل از USM STM هم بود، استپ در اصل این تکنولوژی هم توی همه لنزها بود که الان براتون بازش میکنم که اصلا STM چی هستش. USM رو کاملا متوجه شدیم، با استفاده از اون تکنولوژی که بهتون توضیح دادم حرکت اتفاق میفته و فوکس انجام میشه و نقطه قوت در از USM سرعت بالاش هستش. دوستانی که دنبال لنزی هستن که سریعا براشون فوکس رو انجام بده، حتما باید برن سراغ تکنولوژی USM یا هم اولتراسونیک که حالا توی برندهای دیگه ممکنه اسمش متفاوت باشه. با یه سرچ کوچیک کاملا میتونیم به دست بیاریم این قضیه رو و میتونن از این لنزها استفاده بکنن که سریعا براشون فوکس انجام بشه. اما بریم سراغ این که STM چی هستش. STM یک تکنولوژی قدیمی تر هستش، تکنولوژی که بر مبنای حرکت مکانیکی اتفاق میفته، یعنی اون عدسی که داخل لنز قرار گرفته به صورت مکانیکی جلو عقب میره. حالا میتونه به صورت چرخشی دورانی باشه، نیم دورانی باشه یعنی نصف یک دایره رو حرکت بکنه، میتونه ثابت باشه و به صورت از کشویی عقب جلو بره که با استفاده از یک محرک موتوری یعنی چرخدنده ها، یک محور این اتفاق میفته. یک چرخدنده ای وجود داره که در از این عدسی رو به سمت جلو و عقب هدایت میکنه که دقت به شدت بالایی داره و همینطور توی STM ما صدای کمتری هم داریم. در USM یه مقدار به خاطر اون جریان الکتریسیته و اون تنش ها و واکنش هایی که به وجود میاد صدای در اصل لنز ما زیاد هستش، ولی در تکنولوژی STM ما صدای به شدت پایینی داریم. اما چون به صورت مکانیکی هستش و استهلاک در لنز وجود داره، به هر حال وقتی میخواد حرکت بکنه اون چرخدنده ها سرعت عمل پایین تری داره که اینجا ما میتونیم تصمیم بگیریم که کدوم از اینا میتونه برای کار ما مناسب باشه. این دوتا تکنولوژی توی دوربین های در از کنون هستش. دوربین های نیکون هم از این تکنولوژی ها دارن استفاده میکنن و به شکل های مختلف. در دوربین های سونی اتفاق جالبی که افتاده، سونی اومده این دوتا رو با هم ترکیب کرده، یعنی خیلی از لنز های سونی از حالت USM و STM به صورت ترکیبی دارن استفاده میکنن. حالا من اومدم اینا رو مثال زدم، یعنی USM و STM رو گفتم بهتون به خاطر اینکه خیلی از دوستان کنون دارن و لنز های کنون رو دارن و دارن استفاده میکنن. روی در اصل بدنه لنز های کنون USM و STM هک شده، ولی تو خیلی از لنز ها، حالا برند های دیگه، این اتفاق نیافتاده. ما باید بریم اون لنز رو سرچ بکنیم، متوجه بشیم که تکنولوژی فوکسش کدوم از اینا میتونه باشه. یه نتیجه گیری کلی اگه بخوام براتون بکنم، اگه فعالیتتون فقط عکاسی هستش و میخواید عکاسی بکنید، من بهتون پیشنهاد میکنم که از USM استفاده بکنید، چون که سریعا میتونه فوکس اتفاق بیفته و سرعت عمل شما بالا میره. ولی اگه ویدیوگرافر هستید و میخواید فیلم برداری انجام بدید، شاید زمان رکوردتون تکنولوژی USM فوکس سریعتری داشته باشه ولی صدای بالاتری داره. به خاطر همین بهتری که بریم سراغ STM که خیلی نرمتر اتفاق میفته، خیلی نرمتر فوکس انجام میشه و همینطور صدای خیلی کمتری هم داره، سرعت بالایی نداره ولی نرمتر و صدای کمتری داره که میتونیم از STM استفاده بکنیم. البته اینجا یه پرانتز هم براتون باز بکنم، STM یک تکنولوژی در از قدیمی تر هستش و الان خیلی از لنز ها با تکنولوژی USM دارن ساخته میشن، یعنی لنز هایی که STM هستن بعضیاشون کوالیتی و کیفیت خوبی ندارن ولی بدون صدان و خیلی دقیق هم فوکس ها انجام میدن، ولی خیلی از دوستان ترجیح میدن که USM داشته باشن به خاطر اینکه سرعت عمل بالاتری داشته باشه و دقت بالاتری داشته باشه و خب اگه تو بازار هم نگاه بکنیم خیلی از لنز ها الان دارن از تکنولوژی USM استفاده میکنن. البته کمپانی های دیگه مثل سیگما، حالا کمپانی که لنز فقط تولید میکنن، سیگما هستش، تامرون هستش، اینا از تکنولوژی های خاص خودشون استفاده میکنن مثلا DN، GH، مثلا کلا تکنولوژی هایی هستن که درون این لنز ها وجود داره ولی ساختار کلی همشون یه شکل هستش. یه ماژور در اصل فوکس داریم که درون لنز حرکت میکنه با تکنولوژی های مختلف که خیلی راحت نسبت به کار میتونیم سرچ بکنیم و نتیجه گیری کنیم برای خودمون که بهتره که از کدوم از این تکنولوژی ها استفاده بکنیم. یه مقدار سخت میشه بعضی وقتا، مثلا بودجه ما محدوده و میخوایم که مثلا همچین لنزی رو تهیه بکنیم ولی نگاه میکنیم میبینیم که ای بابا این لنز مثلا STM هستش و من عکاسی میخوام بکنم نمیشه. ببینید بعضی وقتا یه سری چیزا با هم جور نمیشه ولی اگه دستمون باز بود بهتره که به این قضیه هم دقت بکنیم. خیلی ساده میخواستم بهتون توضیح بدم که USM و STM چی هستش و همینطور پیزوالکتریک اصلا چه نقشی این وسط داره. چیز خیلی عجیبی هستش، در خیلی از صنعت‌ها داره استفاده میشه و زیاد هم بهش اشاره نمیشه ولی از این چیزای عجیب غریب در دنیا خیلی زیاده. مرسی که تا لحظه ویدیو همراه من بودید. یه ویدیو پیشنهادی اینجا براتون میذارم، دستم خورد به میکروفون. این ویدیو رو هم اگه دوست داشتید ببینید، در رابطه با لنز ها هستش، میتونه بهتون کمک بکنه و مثل همیشه گرنکوبی شیشه غم را به سنگ، 7 رنگش میشود 70 رنگ. دلتون شاد باشه و لبتون خندون. تا درود دیگر، بدرود.